سلام به همه، دوباره با یه فیلم خفن علمی تخیلی به نام زمین در 2067 اومدم. این فیلم درباره مردمیه که به دلیل انقراض گیاهان دچار کمبود اکسیژن شدن و مجبورن که اکسیژن مصنوعی بخرن. برای دیدن ادامه داستان همراه من باشید. در سال 2067 زمین تاریک و بی اکسیژن شده، چون گونه های گیاهی خیلی زیادی از بین رفتن و دیگه اکسیژن در سطح زمین وجود نداره و همه مجبورن از اکسیژن مصنوعی مصرف کنن. استفاده از اکسیژن مصنوعی بیماری خاص و کشنده‌ای در اونها به وجود آورده و درمانی هم برای اون وجود نداره. این اتفاقات در شهری در استرالیا میفته که به کمک یه شرکت که براشون اکسیژن تولید میکنه موفق شدن که زنده بمونن، اما چیزی تا انقراض بشر باقی نمونده. ایتن و جود هر دو مکانیک های این شرکت هستن. همسر ایتن هم دچار بیماری کشنده شده و ایتن شبانه روز کار میکنه تا براش اکسیژن بهتری بخره. شرکت اونها در حال تلاش برای پیدا کردن یه درمان برای این بیماریه. رئیس این شرکت رجینا ایتن رو صدا میزنه و بهش میگه که اون تنها کسیه که میتونه اوضاع رو عوض کنه. ایتن که حسابی گیج شده با اونها به آزمایشگاه میره و دکتر آزمایشگاه ماشین زمان رو به اونها نشون میده و میگه وقتی برای آزمایش امواجی رو به آینده فرستادن، پیغامی رو دریافت کردن که معنی اون این بوده که باید ایتن وایت رو به آینده بفرستن، یعنی سال 2407 که زمین در اون دوره دوباره دچار پوشش گیاهی شده. ایتن حرفای اونها رو باور نمیکنه و میره و جود هم سعی میکنه که متقاعدش کنه که این کارو انجام بده، اما اون میگه نمیخواد مثل پدرش باشه، چون پدرش مادر اون رو رها کرده و حتی وقتی که مادرش کشته شده هم پیش اونها بر نگشته. بعد از اون داستان جود از ایتن مراقبت کرده بوده. ایتن در تولد 6 سالگیش از پدرش یه دستبند گرفته بود که برای همیشه دور مچ اون بسته شده بوده و اون هیچ وقت ازش رهایی پیدا نکرده بوده. ایتن پیش همسرش میره و همه چیزو برای اون تعریف میکنه. همسرش بهش میگه که این کارو انجام بده. فردای اون روز ایتن روی یه گل فلزی برای همسرش مینویسه که راهی برای برگشت دوباره پیشت پیدا میکنم. ایتن به آزمایشگاه میره و لباسهایی که باید بپوشه رو میبینه و طبق صحبتهای بقیه میفهمه که هیچ کس نمیدونه چی منتظر اونه. اونا بهش یه دستگاه وصل میکنن به اسم آرچی. اونا در ازای رفتن اون بهش قول میدن که اگر درمانی پیدا بشه حتما اون رو به همسرش میدن. اون بالاخره با سرعت زیادی در زمان سفر میکنه و خودشو وسط یه جنگل ناشناخته میبینه. جلوتر که میره اسکلت یه انسان رو میبینه و با خوندن اسمی که روی پیراهن اون نوشته شده و دیدن اون دستبند میفهمه که این خودشه که با یه گلوله توی سرش کشته شده. آرچی کنار اون آدم پیدا میکنه و آخرین چیزی که ضبط کرده رو پخش میکنه. این تنها راه حله. و دستبند اون اسکلت رو میبینه که دقیقاً مثل خودشه، فقط رنگش سبز شده. شب که میشه آتیش روشن میکنه و از توتهای وحشی میخوره، اما اونا سمی بودن و اونا رو بالا میاره. نصف شب که بیدار میشه جود رو کنار خودش میبینه و میفهمه چون اونا فهمیدن که علائم حیاتی ایتن در حال کاهش بوده، جود رو برای کمک به اون فرستادن. بعد از جستجو آرچی اونها رو به سمت یه در میبره. در ورودی اونجا به ایتن خوش آمد میگه و ازش میخواد که ازش نمونه دی ان ای بگیره. وقتی ایتن قبول میکنه از خون دستش روی دستگاه میریزه و در باز میشه. اونا خودشون رو داخل آزمایشگاه در سالهای آینده میبینن و ماشین زمانی که روبروشونه. جود خوشحال میشه و میگه که باید دوباره به گذشته برگردی. اما ایتن یه پیام هولوگرافیک از پدرش پیدا میکنه که میگه اولین ماشین برای فرستادن اطلاعات اکسیژن از آینده به گذشته و حل مشکلات بوده، اما یهو دستگاه ازش میخواد که پسرش رو به آینده بفرسته. اولش مردد میشه و بعدش قبول میکنه و نمونه دی ان ای ایتن رو به عنوان رمزگشا روی این دستگاه میذاره. ایتن میفهمه ماشین زمان نمیتونه اونها رو به گذشته برگردونه چون یه نقص فنی داره. به همین دلیل سیستم فعال میشه و میگه اونا کمتر از 4 ساعت برای درست کردن اون دستگاه زمان دارن، وگرنه منفجر میشه. اونا به بیرون آزمایشگاه میرن. شهر خودشون رو میبینن که پر از گل و گیاه شده و اسکلت های انسان ها همه جای زمین پیدا میشن. ایتن خونه خودش رو پیدا میکنه و همسرش رو در حالی که مرده میبینه و همین حسابی اونا ناامید میکنه. جود بهش اصرار میکنه که با هم برن و دستگاه رو درست کنن چون این تنها راهه. ایتن آخرین پیام آرچی قدیمی رو باز هم گوش میده و میفهمه که این صدای جوده. جود اسلحه رو سمتش میگیره و میگه هرگز قرار نیست که کارو کنه. اونا با هم دستگاه رو تعمیر میکنن، اما باز هم اسکلت ایتن پشت در آزمایشگاهه. پیام آرچی قدیمی نشون میده که جود ایتن رو میکشه و قرار نیست چیزی توی آینده عوض بشه. اون جود رو زندانی میکنه و باز هم پیامی از پدرش رو پخش میکنه که نشون میده داره با رجینا حرف میزنه و میخواد از دستگاه برای نجات آدما استفاده کنه، اما رجینا میخواد که خودش و عده‌ای افراد منتخب رو به آینده ببره. پدر ایتن برای جلوگیری از این کار سیستم
اونو قفل میکنه و دی ان آی ایتن هم میشه کلید این قفل. اون پدر ایتن رو میکشه و به جود میگه که مادرش رو هم بکشه و از ایتن مراقبت کنه تا از دی ان آی اون در آینده استفاده کنن. اون تصمیم میگیره دستگاهو خراب کنه تا نقشه رجینا عملی نشه. جود میاد و بهش میگه که اون ماموره که مطمئن بشه که اون کارش رو خوب انجام میده و وقتی دستگاه فعال شد ایتن رو بکشه. جود که دیگه حس وابستگی به ایتن داره خودشو برای محافظت از اون میکشه. ایتن کاری که پدرش شروع کرده بود رو تموم میکنه. در صحنه بعدی رجینا به عده برگزیده رو میبینیم که مشتاقانه پشت دستگاه ایستادن و آماده سفر در زمانن. اما یه دفعه حجم زیادی از گیاهانی که در حال انقراض بودن و فیلمی که نشون میده رجینا پدر ایتن رو کشته به زمان حال میاد. ایتن دستگاه رو از سمت خودش نابود میکنه و رجینا هم به علت قتل دستگیر میشه. گیاهانی که ایتن فرستاده بودن زمین رو نجات میده. همسرش گلی رو از طرف اون دریافت میکنه و به یادش اشک میریزه. ایتن پروانه ای رو میبینه و به سمت اون میره و شهر رو میبینه که دیگه مثل قبل نیست و زندگی دوباره توش جریان داره و این یعنی ایتن بهترین تصمیم رو گرفته بوده. شما اگه جای ایتن بودین چی کار میکردین؟ نظراتتون رو برامون این زیر کامنت کنین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.